خب دوستان سلام عرض شد، در خدمتتون هستیم با یک وبینار آموزشی دیگه، وبینار پلن. این تو این جلسه پلن رو توضیح خواهیم داد طبق معمول همه جلساتمون و در کنار اون یکی دو تا اصطلاح جدید از در واقع ادبیات جنس رو توضیح خواهیم داد که یه مقداری یه سه اصطلاحاتی که توی بعضی از پروموشن ها میاد و میگه که مثلا بابت پی جی وی یا بابت پی وی یا بابت سی وی یا بابت مثلا فلان نوع امتیاز ما به شما این پروموشن ها رو میدیم، در واقع دوستان بدونن و این یه جورای اعتماد به نفس افراد میبره بالا. خب طبق معمول با پلن شروع میکنیم. پلن شرکت جنس 6 تا پلن درآمدی داره که در واقع اینها جزء کامپنسیشن پلن جنس هستن. کنار این موضوع حتما تو ذهنتون باشه بحث سفرهای تفریحی جنس، چون اونها هم یه جورای عائدی کسی هست که توی جنس داره کار میکنه و اونها هم استانداردهای خیلی بالایی داره، بنابراین حتما حتما تو ذهنتون هم خودتون هم تو تیمتون این رو هم بکاریم که بحث جنس و اون چیزی که ما توی جنس بهمون میرسه و دریافت میکنیم فقط پلن نیست و این کمک میکنه به اینکه بعضا افراد نسبت به پلن میان موضع میگیرن، میگن آقا این پلن اینه، اونجوریه، فلان شرکت اینه، یه از این داستانا. اون موقع است که شما به هر حال این مسائل هم در کنارش دارید. و نکته مهم دیگه هم که وجود داره بحث پروموشن ها هست. پروموشن های جنس در ابتدای کار درآمدی تا چند برابر درآمد پلن داره و این بی دلیل نیست. اینو گذاشتن که توی ابتدای کار که موضوع ساختن در میونه و افراد میدونن که ابتدای نتورک مارکتینگ شما درآمد قابل توجهی ندارید و زمانی همه چیز هیجان انگیز میشه که شما به بحث دوپلیکیت بشه و تکثیر و تصاعد اتفاق بیفته. و زمانی که تصاعد اتفاق میفته دیگه زیادم مهم نیست کامپنسیشن پلن چقدر درآمد داره. اگه حتی خیلی پایین هم باشه زمانی که تصاعد اتفاق میفته خب پول زیادی ایجاد میشه و این رو همه میدونن. به خاطر همین اون ابتدا مهمه. اون ابتدا پروموشن های جنس میتونه نقش تعیین کننده داشته باشه. بنابراین این هم بخش دیگه از بحث آیدی هست که از جنس میگیریم ما، به اضافه اون لایف استایل و اون بحث سلامتی و آنتی ایجینگ که میتونه از همه چیز ارزشمندتر باشه، چون همه پولهای دنیا هم که فرد داشته باشه ولی سلامتی یا شادی یا تراوت اینا نداشته باشه، حس خوب، اینها توی جنس اینها هست، پروداکت اینه. بنابراین این با پلن شروع میکنیم. پلن شماره یک شرکت جنس، شما نماینده جنس میشید و تو این بحث نمایندگی این امتیازاتی که به شما داده میشه، امتیازاتی که تو بازار سنتی افراد باید با میلیون ها بعضن دلار مثلا و شرایط خیلی سخت باید فراهم بکنن برای خودشون، توی جنس میتونن فقط با 31.45 دلار نماینده شرکت جنس بشن و این فوق العاده است، چون شما به محض اینکه نماینده شدید انگار که یه کارخونه ای از خودتون دارید که سود ثابت 30-45% روش تعیین شده و شما میتونید خیلی ساده، هیچ وقت نگران تولید نباشید، هیچ وقت نگران هزینه ها نباشید، نگران کارمند و فلان نباشید، انگار که کارخونه خودتون رو دارید، برند جنس، تبلیغاتش رو نگران نباشید، چون توی دنیا داره تبلیغات ایجاد اتفاق میفته، شما جایگاه میگیرید و با اون جایگاه میشید نماینده این شرکت، نماینده این برند، یه جوری صاحب تجارت خودتون، صاحب کارخونه خودتون، برند خودتون، تولیدی خودتون و حالا میتونید شروع کنید به فروش. سودتون هم تضمینی اونجا هست، هیچ گونه ریسکی هم ندارید. کسانی که تو تجارت سنتی اگه کار کرده باشن و تجربه داشته باشن معنی این صحبت ها براشون خیلی پررنگ هست. و با توجه به تغییرات دنیای امروز بحث فروش آنلاین که خیلی مهم هست، شرکت قولی مثل آمازون وقتی میاد رکوردها رو میشونه و رئیس شرکت آمازون وقتی میاد پولدارترین فرد کره زمین میشه، از چه طریق این کار میکنه؟ انقلاب دیستریبیوشن، انقلاب توزیع به اضافه فروش آنلاین. و خب این میتونه مهم باشه، ما هم میتونیم و ما هم این امکانو داریم. توی پلن شماره یک به ما یک وبسایت آنلاین میده شرکت جنس، ما میتونیم با اون وبسایت در کل جهان فروش داشته باشیم. پلن شماره یک در واقع یک نماینده فوق العاده ارزشمند، یک نمایندگی فوق العاده ارزشمند برای ما ایجاد میشه که ما میتونیم دسترسی به قیمت‌های مناسب داشته باشیم، تخفیف نمایندگی داشته باشیم و بتونیم تو کل دنیا فروش داشته باشیم از روی سایت آنلاینمون. حالا امکان دیگه‌ای که وجود داره که در قالب پلن دو در واقع صحبتش میشه، به معنی که ما اکانت جنس داریم میتونیم معرف نماینده‌های دیگه مثل خودمون باشیم و نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که جنس به شکل انحصاری اینو به ماها داده.
یعنی با همه اون عظمتش شرکت جنس برای خودش بحث ورودی گرفتن رو بسته و در واقع یک فرد در واقع خود جنس با وجودی که صاحب این برند هست، با وجودی که این همه سرمایه گذاری کرده، اگه یه نفر بهش رجوع بکنه و بگه من میخوام عضو بشم لطفاً اجازه بدید من ورودی جنس بشم، میگه برو یک نفری که نماینده هست تو پیدا کن بهش بگو شما رو ورودی کنه. یعنی چی؟ یعنی امتیاز گرفتن ورودی های دیگه، امتیاز باز کردن مغازه های دیگه، این معادلش تو تجارت سنتی هست، همه اونا رو گذاشته به عهده خود ما و اینو به شکل انحصاری به ماها داده و این هم یک نقطه ارزشمند دیگه هست. حالا هر شرکتی این کارو نکرده ولی جنس به شکل انحصاری اینو به دیستریبیوتورهاش داده که بتونن دیستریبیوتورهای جدید بگیرن و در واقع به این شکل سود رو آورده توی دیستریبیوتورها. بنابراین شما صرف اینکه نماینده جلسه شدید میتونید معرف افراد دیگه باشید و افراد دیگر رو معرفی میکنید، دیستریبیوتور دیگر معرفی میکنید، اونا میتونن بیان و از امتیاز دیستریبیوتورشیپ استفاده بکنن و فقط یه پکیج بخرن که ارزون باشه و استفاده بکنن، مصرف کننده باشن، یا اینکه یه قدم بیشتر بردارن و حتی خودشون هم دیستریبیوتور باشن، توزیع کننده باشن، خودشون هم محصول رو سعی کنن بفروشن، مارکتینگش کنن. اما پلن 1 و 2 یه جورایی همون اتفاقی است که تجارت سنتی میفته، همون اتفاقی است که صبح تا شب همه ما داریم انجام میدیم، هیچ فرقی نمیکنه تو خدمات باشیم یا توی کالا. 1 و 2 در واقع ماکسیمم چیزی است که ما تجارت سنتی داریم تجربه میکنیم با هزار تا نقطه ضعف. اما پلن 3 دیگه تو تجارت سنتی به این راحتی نتونسته تشکیل بشه چون زیرساختاش وجود نداره. توی پلن 3 شرکت جنس که یک پلن باینری هست، بحث اهرم به وجود میاد و تمام امتیازات اون افرادی رو که شما توی تیمتون باشون کار کردید و ورودشون رو به جنس زدید، یک ورودی گرفتید، دوتا مشتری داشتید، محصول جنس بهشون دادید، هر کاری که توی جنس کردید، امتیازهایی که شاید بعد از اون فقط بابت اون کارها قرار ایجاد بشه، همه رو به نفع شما از همین الان ذخیره میکنه. این سیستم به دلیل زیرساختاش میتونه این کارو بکنه ولی تو تجارت سنتی امکان پذیر نیست. اصطلاحی وجود داره با عنوان پیچوندن و دور زدن و اینجور مسائل که تا دلتون بخواد تو تجارت سنتی هست، ولی اینجا چرا این اتفاق نمیفته؟ دلیلش اینه که شما ثبت میزنید و اون ثبت اسپانسرش ثبت میشه توی کامپیوتر و نمیشه عوضش کرد. بنابراین به این راحتی برای زیرساخت خیلی قوی تر اینجا وجود داره. در چه راستایی؟ در راستای این که اگه شما یه مغازه زدید، این مغازه مشتری داشت و این مشتری ها مشتری آوردن و ادامه دار بود و شما حتی شاید از مغازتون دست کشیدید یا حالا یه اتفاق دیگه افتاد، امتیازات مربوط به اینا همیشه ادامه دار به نفع شما ذخیره میشه و این نکته خیلی مهمی است که ما تو تجارت سنتی به این شکل نداریم. مثال سادهش این که اگه شما یه رستورانی برید و غذاش خوب باشه و با دوستتون صحبت کنید اونا برن اونجا، پس شما هیچ امتیازی حاصل نمیشه، مگه شما مصرف نکردید اون رستوران رو، محصول اون رستوران شما مصرف کردید، امتیاز مشتری بعدی به شما نرسید، این نتیجه تلاش شما بود. شما اگه نرفته بودید اونجا، هزینه نکرده بودید و غذا نخورده بودید، پول نداده بودید، تست نکرده بودید و نگفته بودید به این دوستتون که شما هم برو من تست کردم بهاشو دادم اوکی بود برو، حالا این مشتری میره اونجا سود برام رستوران داره، برای شما چی ایجاد میشه؟ هیچی. و امتیازات مربوط به این فعالیت شما توی تجارت سنتی به همین سادگی به دلیل نبود زیرساخت از بین میره، ولی توی تجارت به هر جنس میتونه امتیازات به نفع شما سیو بشه اگر بخواهید و این نمایندگی که شما دارید، مشتری هایی که میگیرید، ورودی که میگیرید، اینا هر کاری دیگه هم بکنن همیشه امتیازش به نفع شما ذخیره میشه. بنابراین پلن 1 و 2 میتونه دنیای کاملا متفاوتی از اون دایره ها و اون مسائلی که خیلی ساده ادبیاتشو به کار میبریم روی کاغذ، میتونه خیلی عمیق تر باشه، میتونه منتهای اون ویژنی باشه که ما تو جلسه سنتی دنبالش بودیم. واسه نفری که این نمایندگی رو گرفته، همه ادیفای اون موقعیتی که گرفته تو اینه که، یا ارزشش تو اینه که این موقعیت مال اونه، ولی در واقع میبینیم که چه راحت همه چیز میتونه اونجا از بین بره چون زیرساخت وجود نداره، ولی اینجا هر جوری هم شما بخواید نباشه این نمیشه، هست. خب پلن 1 و 2 رو تقریبا پوشوندیم. پلن 1 تخفیف دارید و وبسایت دارید، تو کل دنیا میتونید بخرید بفروشید. پلن 2 میتونید نماینده های جدید بگیرید که این نماینده ها اگرچه نماینده جنسن، جنس این همه هزینه کرده، محصول زده، ساختار را انداخته، داره تزینه میکنه، کارمند داره
ولی اینا انگار که تو کارخونه شما دارن کار میکنن، چون تمام این خرید و فروشاشون و کاراشون انگار که توی فروش شماست در واقع. اما نسبت به خرید افراد، نسبت به اینکه اون نماینده ها میان و یک پکیج میخرن، شما طبیعتاً یک پاداشی میگیرید که این پاداش بسته به پکیجی که اونها میخرن از $25 تا $250 میتونه باشه. مطمئناً پکیج کوچیکی که طرف میگیره برای پرسانتش هم کمتره. پکیج $200 $25 پرسانت داره. اگه $1,200 باشه $250 پرسانت داره. یکی از چیزایی که افراد میتونن پس زمینه ذهن اون طراح رو حداقل یک کوچولو نسبت بهش بینش پیدا بکنن اینه که شما زمانی که نحوه پکیج بندی رو بررسی میکنید و نحوه پرسانت دهی رو بررسی میکنید، ببینید خیلی سالم این طراحی شده. انگیزه یک طرف توش وجود نداره، انگیزه هر دو طرف وجود داره. به یکی میگید بیاد پکیج بزرگ بخر، اولین چیزی که خودتونم راجع به خودتون فکر میکنید اینه که خب من $250 میگیرم، ولی به فرد هم یه سری امتیازات میده که اون امتیازات هم ارزشمنده. خب قیمتی که توی پکیج بزرگتر هست با تخفیف بیشتری محاسبه شده و یه سری امتیازها مثل رنگ بهشون میده. اینها همه در کنار هم میتونه اون مسئله نیت فرد رو از لغزش در واقع یا از اینکه اعتماد به نفس نداشته باشه به طرف بگی بیا پکیج مثلا سوپریم بگیر، اینو میتونه ازش جلوگیری بکنه. اما توی پلن شماره 3، ما پلن شماره 1 و 2 رو گفتیم، این تمام اون تجارت سنتی که وجود داشته. تو پلن 3 اتفاقی که میفته اینه که تمام ارزش هایی که پس اون آدما قراره به وجود بیاد و به نفس شما ذخیره میکنه، چون شما تاثیر داشتید، شما نقش داشتید. و خدمتتون عرض کنم که توی پلن شماره 3 به این شکل هست که به شما دو تا سمت ارائه میده. دوستان این دو تا سمت هم یه فلسفه ای داره و این فلسفه با یک مثال خیلی کوچیک خدمتتون من توضیح میدم. ببینید شما توی تجارت سنتی سری قراردادها دارید، میگید که شما بیا این محصولات رو، فرض میکنیم یه کارخونه کفش دارید، تولید کفش، شما کارخونه تولید کفش دارید، یکی از دوستانتون کار نداره فعلا بیکار هست، میگید بیا با هم کار بکنیم، یه مغازه بزن فلان جا، من جنسش رو بهتون میدم، جنسش با من، شما هرچی فروختی 10% مال شما. یک قرارداد خیلی ساده متعارف توی دنیای ما، هممون میشناسیم این قراردادو و در واقع فرد رو باشه قرارداد کاری میبندید، جنس شما میدید، ایشون هم تو مغازه شروع میکنه به فروختن، آخر ماه هر چقدر اونجا فروخته، مثلا 100 میلیون فروخته، میاد میگه 10 میلیون مال شما، مثلا این 100 میلیون 90 میلیونش هم مال شما. اما یه فردی پیدا میشه میگه که من یه جور دیگه میخوام با شما کار بکنم. چجوری؟ من دوتا مغازه میزنم، دوتا مغازه بعد زد و یه مغازه این سمت مثلا این خیابون میزنم، یه مغازه اون سمت خیابون، حالا یا یه خیابون دیگه، هر دوتا مغازه رو شما مدیریت کن، جنسش هم خوب طبیعتا من میدم و نحوه پرساندهی من به شما. یه راهش اینه که مثلا میگم تجارت سنتی بگه خب رو دوتا مغازه هر چقدر فروش داشتی مثلا 10% بهت میدم، ولی ببینید یه قدم هوشمندانه تر اینه که بگه آقا دوتا مغازه رو مغازه مثلا میگم کمتره یا مغازه‌ای که حالا با یه مشخصات دیگه اون فردی که این اومده طرح شده با این فلسفه داده، اون مغازه‌ای که فروش کمتر داره من نسبت به اون مثلا 20% میدم. چرا این کارو میکنه؟ یکی اینکه خب دوتا مغازه رو انداخته، ولی نکته دوم اینه که فروش رو توی دوتا مغازه به حالت رقابتی در آورده و شما تو هر کدوم از مغازه‌ها که فروش کمتری باشه طبیعتاً انگیزه دارید که اون فروش رو بیشتر بکنید. مهم نیست کدومی که از اون دوتا مغازه، هر کدوم کمتر شد تو ذهن شما یک آلارم روشن میشه که روش کار کن بیشتر بشه. و این به هر حال تو این سبک از بیزینس، تو این مدل تجاری یک نبوغ خاصی داره و شما رو به این انگیزه به شما میده که شما رو اون سمتی که ضعیف‌تره، سمتی که بازار کمتری داره همیشه روش کار کنید. تو باینری سیستم جنس یا حالا کلا سیستم باینری هم همینه. شما دو تا مغازه دارید، دو تا گروه دارید و توی دو تا گروه شروع می‌کنید به فعالیت کردن، اما هر زمانی گروهی که ضعیف‌تره شما طبیعتاً انگیزه دارید که به اون گروه کمک بکنید. چرا؟ چون اهرم درآمدی شما سمت کمتر شماست. مثل اینکه اهرم درآمدی اون قرارداد کفش فروشی و اون دو تا مغازه، مغازه کمتره، گروه کمتره، سمت کمتره. و این در واقع یک رقابت ایجاد میشه و طرفم دو تا مغازه را انداخته و شما هم به هر حال این پتانسیل رو دارید که مثلا سود خوبی بگیرید و به این شکل. این صرفا یک ایده هست، حالا اینکه
یکی دوست داره یکی دوست نداره اینا بس جداییه، ولی ایده چی هست اینه. اینکه حالا این ایده قشنگه خوب نیست فلان اونو میذاریم به عهده هر کسی، خودش نظر خودشو داره. اما پلن شماره 3 با این توضیحات، شرکت جنس میگه توی دوتا مغازه‌ای که شما راه اندازی کردید، توی دوتا گروهی که راه اندازی کردید به نسبت خریدهایی که داره ایجاد میشه و امتیازهایی که به تناسب اون خریدها به وجود میاد، من به شما پورسان میدم و پورسان هم به ازای هر 300 امتیاز تو مغازه کوچیکتر و هر 600 امتیاز تو مغازه بزرگتر من به شما 35 دلار میدم. دوستان سیستم چرا 300 توی مغازه 600 تو مغازه؟ مثلا میتونست بگی که حالا مجموع 300 و 600 و شما 900 در نظر بگیرید، به ازای هر 900 امتیاز 35 دلار داره تو این پلن میده. دقت کنید تو این پلن میده، نه اینکه کلن میده. به ازای هر 900 امتیاز کلن 35 دلار نمیده، به ازای هر 900 امتیاز تو این پلن 35 دلار میده. ممکنه این دو تا 900 امتیاز خودتون معرف مستقیمشون خودتون باشید، بوده باشید و شاید 200 دلار 500 دلار نمیدونم 400 500 دلار هم اونجوری گرفته باشید. و بنابراین درصد هایی که دوستان یه موقع حساب میکنن توی پلن، درصد حساب کردن کار راحتی نیست، ریاضیات مهارت های ریاضیاتی خودشون میخواد، تسلط روی چارچوب ها و اصول این پلن ها رو میخواد. بنابراین این خیلی ساده است که یکی این کارو تلاش کنه انجام بده و بگه خب 900 امتیاز 35 دلار خیلی کمه یا زیاده یا هر چیزی، ولی به این شکل حساب نمیشه. تو پلن 3 به ازای هر 900 امتیاز به این شکل 35 دلار میده، ولی اینکه بابت این 900 امتیاز شما تو پلن دیگه چقدر درآمد دارید رو نمیدونیم. اونم بعد شکلای مختلفی داره که طبیعتاً به این راحتی نمیشه یک عدد درآورد. اما این 900 امتیاز رو به شکل نامتناسب و نامتقارن یا حالا غیر برابر اومده، به عنوان 2/3 1/3 میگن و فرق میکنه با اینکه مثلا تو بعضی از پلن‌ها شما میگه 900 امتیاز میخوام به جای 35 دلار میخوام بدم به ازای هر 900 امتیاز، ولی 450 این بار 450 اون بار، و این به نفع ما نیست، بیشتر به نفع دیستریبیوتور اون نامتناسب هست. چون که هر زمانی که مجموعه اون سمت کمتر اهرم درآمدی ما هست، حالا اون سمت کمتر هم یه پوان به ما میده، میگه آقا من 300 تا میخوام اونجا بشه به جایی که مثلا 600 اونجا بخواد یا 450 تا بخواد. و این توی کسانی که حالا به پلن یه مقدار آشنایی دارن، این یک مسئله خیلی ساده و بدیهی هست که این 2/3 1/3 یک پلن داینامیک تری هست. اما به ازای هر 300-600 شما 35 دلار میگیرید و در هر هفته شما تا 26,025 دلار میتونید درآمد داشته باشید. دوستان این که هر هفته درآمد داریم خیلی نکته مهمیه. کسانی که تجارت سنتی هستن یا کارمند هستن خوب اینو متوجه میشن، اینکه شما هر هفته میتونید درآمد داشته باشید و این هم واقعا جای خودش نیاز به ادیفای داره. زمانی که پلن رو واسه کسی توضیح میدیم این نکته رو بگیم که شما هر هفته پنجشنبه، یعنی سر برکردید پنجشنبه میرسه. امروز یکی از اون روزا بود و میره داخل اکانتتون و بعضی وقتا اصلا یادتون میره مثلا دو هفته گذشته درگیر کارید و میره تو اکانتتون، دو هفته پول جمع شده اونجا و این خیلی مهمه. اما شما تا سقف 26250 دلار در هفته میتونید درآمد داشته باشید که میشه سقف 105000 دلار در ماه. و پلن شماره 3 جنس این 105000 دلار پتانسیل برای شما داره. پلن 2 پتانسیل خودشو داره. پلن 1 پتانسیل خودشو داره. پلن 4 5 6 که میخوام راجع به صحبت بکنیم پتانسیلای خودشونو دارن. ترکیبی از این پتانسیل‌ها میشه خروجی این سیستم که واقعا کار سختیه که بخواد اینا حساب بکنه. نیاز به مطمئناً یک تخصص تو این زمینه، هم از نظر ریاضیات هم از نظر پلنی داره. خب خدمتتون عرض کنم که نکته دیگه که تو پلن وجود داره بحث این هست که شما امتیازاتی که هر هفته شما تو این هفته سری تلاشایی کردید، بعضا تلاش شما نامتقارن هست، یعنی توی گروهتون تلاشتون مثلا یا حالا برایند تلاشای شما توی یک سمتتون خیلی زیاد بوده این هفته. و شرکتایی که نیتشون مثبته میتونید اینجوری بفهمید دیگه، کسی که پلن نوشته میتونید اینجوری بفهمید طرف چجوریه، کارو سخت کرده برای شما یا نه اومده اونجایی که چالش داره سمتی رو انتخاب میکنه که به نفع شماست. مثلا یکی از اونها اینه، هر هفته به شما من درآمد میدم، آخر هفته چک میکنم ببینم چقدر تلاش کردید. اولا همه اونها رو صفر میکنم، دو تا امتیازای دو طرفتون صفر میکنم و عددی هم که طلبتون یعنی درآوردید رو بهتون میدم. این تو خیلی از جاها هست و خود من تجربه کار کردم تو کسی شرکت رو دارم و بعد از اینکه تموم شد و حالا موفقیت نسبی هم جو کسب کرده بودم حتی، ولی همیشه فکر می‌کردم میگم اگه فقط هم یه شرطی که جنس داره، یعنی جنس امتیازاتونو نمی‌سوزونه و شما اگه یه سمتتون این ماه این هفته یا هر وقت
یه عالمه فروش داشتید، پیشرفت داشتید، اون سمتتون به دلیلی پیشرفتی نداشتید، اون همه رو براتون نگه میداره، جمع میکنه براتون، نمیذاره از بین بره، نمیذاره هدر بره. ولی شما فکر کنید هر هفته یا هر ماه اینو صفر میکرد و خب خیلی مسئله متفاوت است. جنس این کارو نمیکنه، امتیازاتو براتون نگه میداره. اما نکته دیگه که شما تو جنس باز هم میتونید به این فکر بکنید که با این آدما میشه تا آخر لیست هدفتون رو تیک بزنید، اینه که میگه شما اگه 26250 دلار سقف درآمدی من تو هفته است، اگه بیشتر از 26250 دلار درآوردید به چه معنی، چه جوری؟ یعنی شما 750 تا سایکل میزنید میشه 26250 دلار، 751مین سایکل رو که میزنید دیگه به شما در واقع اون پورسانتو نمیده. و این پورسانتو وقتی نده، خدمتتون عرض کنم که در واقع شما این پول از دستتون رفته. اما جنس میگه که خب من حساب میکنم این ماه شما مثلا 30000 دلار بعد میگرفتی، این هفته بعد 30000 دلار میگرفتی، 26250 تاشو بهتون میدم، ولی بقیه‌اش چی؟ بقیه‌اشو براتون نگه میدارم، بقیه‌اشو براتون ذخیره میکنم، طلب شماست. وای میستم هر هفته ای درآمدتون زیر 26250 تا اومد، تو اون هفته اون درآمد رو تا سقف 26250 تا اضافه میکنم براتون. و این نکته‌ای که خیلی مهم هست اینه که این عدد رو اون موقع به اون برمیگردونه. این یک حرکت حرفه‌ای دیگه از جانب جنس هست و خدمتتون عرض کنم به چه معنا. به این معنا که جنس میگه اگه شما تونستید مجموعی بسازید که انقدر بزرگ و حالت رشد و اینا توش وجود داره که هم مرتب دارید سقف میزنید، من نگران نیستم دیگه، من همیشه 25 تا بهتون میدم، حتی اون ذخیره شما رو مشکلی ندارم، شما که مجموعتون در حال رشده، منم نگران نیستم از اینکه قراره مثلا چون تو سیستم باینری باید یه لیمیتی باشه، یه محدودیتی باشه، یه سقفی باشه. و کسانی هم که مجموعهشون یه روزی به مشکل میخواد بخوره و مثلا اون سود رو نمیخوان بگیرن، خب جنس هم نگران نیست، میگه محدود عددی که میخوام بدم به عنوان اینکه 26 تا به شما بدم تا تموم شه محدوده. بنابراین این نکته ای هست که توی پلن شماره 3 فوق‌العاده نشان از نبوغ افراد داره. اما تو پلن شماره 4 ما یه جورایی بحث لیدرشپ رو داریم و یک ارزش رو اونجا میاد و پررنگ میکنه. ارزشی که اونجا وجود داره چیه؟ ببینید دوستان، یک سوالی که یه زمانی از یکی از دایرکتان من پرسیدم این بود که شما اگه روزی این 26250 در هفته رو بگیرید، مثلا 5000 تا سایکل در هفته داری میزنید، 5000 تا سایکل زدن در هفته دوستان میدونید مثل چی مونه؟ شما 750 تاش که در هفته میزنید دیگه بقیش رو اصلا عملا پولی نمیگیرید بابتش. خب به چی فکر میکنید؟ کسی که داره 5000 تا در هفته میزنه، 1000 تا در هفته میزنه، بابت 750 تاش پول میگیره، دوست داره که درآمدش رو زیاد کنه این آدم. خب وقتی دوست داره درآمدش رو زیاد کنه، میره دنبال راههایی که درآمدش رو زیاد کنه. خب دنبال چه راهی میتونه بره تو این سیستم؟ راه از قبل براش مشخص شده، شما رو هدایت میکنه به سمتی که به دایرکتتون کمک بکنید که دایرکتتون درآمدش بره بالا. و این باز هم خبر از یک بینش عمیق میده از کسی که این پلن رو طراحی کرده. و حالا شما به دوستانتون، به اون افرادی که واردشون کردید، به اون لولای بالاتون، به نسل یکتون، به نسل دوتون، به این نسلاتون کمک میکنید تا اینا درآمدشون بره بالا. چرا؟ چون تو پلن 4 نسبت به درآمد این آدما به شما درآمد جدیدی میده. و این مهمتر از اینکه نیت اینها رو نشون میده، یه چیز دیگر رو، یه پیام دیگه هم داره، اینکه این سیستم موندنیه، این سیستم استبیلیتی بالایی داره. خیلی از افراد ناامید خواهند شد، کار رو رها خواهند کرد، ولی تا آخر زندگیشون دلیل دارن برای اینکه برگردن. کسانی هستن که یک سمت قوی میسازن، اون سمتشون نمیتونن بسازن، یک سال از کار میان کنار. این افراد همیشه دلیلی برای برگشت دارن، همیشه دلیلی برای اکتیو کردن جایگاهشون دارن. چرا؟ چون پولتون حساب میاد. و این فرق میکنه باز هم با سیستم های دیگه که حالا دوستان، هم دوستان شاید تجربه دارن، هم شخص خودم تجربه دارم. یک فیدبک منفی تو اون سیستم ها وجود داره، تو ساختارهای مهندسی فیدبک منفی، حالا من تعریفش الان میگم، اینکه یه چیزی تو اون وجود داره که هر چی ازش میذاره کار خرابتر میکنه. ولی شما اینجا یه چیزی وجود داره تو سیستم و توی پلن که هر چی میگذره کار رو بهتر میکنه، مسائل رو مثبت‌تر میکنه و به افراد انگیزه بیشتری میده که برگردن. به عنوان مثال به فرد محصول میدید، میاد کار بکنه، محصول رو میخره، میاد کار بکنه، نمیتونه کار بکنه، نمیتونه ورودی بگیره، ناامید میشه، محصول استفاده میکنه، بعد چند وقت محصولش تاثیر مثبت میذاره، زنگ میزنه میگه محصول میخوام. ببینید فیدبک مثبت برمیگرده این فرد. و تو سیستم جنس، چه تو از لحاظ پلنی، طراحی پلن، چه از لحاظ
بحث محصولی شما هر دو تا فیدبک مثبت رو دارید، یعنی اگه یه مقداری زمان بگذره شرایط به نفع شما داره میره جلو و شما میتونید مقایسه کنید با سیستم‌های دیگه که محصول خوبی ندارن یا پلنشون به این شکل طراحی نشده، وقتی میگذره شرایط برمیگرده. عذر میخوام. خب خدمتتون عرض کنم که این فیدبک مثبتی که توی طراحی پلن به کار رفته شده و خب محصول هم به دلیل اینکه به تعریف نتورک مارکتینگ و به اصالت نتورک مارکتینگ نزدیکه، خب به شما کمک میکنه. شما میتونید زندگیتون رو بذارید و میتونید پایه های آینده و پایه های لیست هدفتون رو بذارید و این خیلی مهمه. دوستان بعضا با افرادی صحبت میکنیم که لیدر هم هستن و مجموعه دارن و وقتی صحبت میکنیم این صحبتایی که ادبیاتی که به کار میبرن این شکلیه، میگن که مثلا میگم ما توی شرکت خودمون هم همین پلن ها رو داریم و همین درآمد ها رو داریم و حتی چه بسا بیشتر داریم، محصولتون چیه؟ مثلا محصولمون یه محصولی میگن دیگه و شما میبینید که جای خالیه. اون فلسفه نتورک مارکتینگ اونجا حس میکنه که فرد تو ذهنش نیست و این وظیفه ماست که زمانی که پلن رو توضیح میدیم و همچین افراد رو میخوایم صحبت بکنیم توجه اونها رو جلب بکنیم به اینکه شما یه سری المان های خیلی مهمتر رو به خاطرش باید این کار رو بکنید و سازمان بسازید. وگرنه مهم نیست سازمان شما چقدر بزرگ میشه، اون سازمان هر چقدر بزرگتر میشه صرفا به دلیل اینکه هر چقدر زمان میگذره و فیدبک منفی سازمان رو میشه اون موقع تخریب میشه، شما مسئلهتون بیشتر میشه. شما نمیتونید مطمئن باشید که ماندگار خواهید بود. ما شرکت های زیاد داریم توی دنیا، شرکت های قدیمی، اینا پلن های خیلی قوی ندارن، پلن های بسیار دشواری دارن و تو شرکت هایی که بهتر از جنس هستن شما میبینید این رو، نمیخوام اسم از شرکتی ببرم، پلن های دشواری دارن ولی کماکان موفقن چون سیستم فیدبک مثبت داره، محصول بازخورد مثبت میگیرن. ولی افرادی هستن که میان مثلا تو شرکت ایکس کار میکنن، شرکتی که مثلا سکه میده، مجموعه های میلیونی میسازن، جزء چند تای اول جهان میشن ولی بعد از مدتی صفر، هیچی نمیگیرن. و من شخصا از دوستای صمیمی خودم دارم این افراد رو. چرا این اتفاق میفته؟ چون سیستم هر چقدر که میگذره تازه رو میشه نقاط منفیش، فیدبک منفی داره و اون منفی ها میاد بالا. ولی توی ساختار جنس شما توی دو تا بُعد میتونید حساب بکنید. رو چی حساب بکنید؟ رو اون چیزایی که تو نتورک میگن وجود داره، فقط توی زمان، یعنی توی چند سال اون چیزا تو نتورک وجود داره. شما تو نتورک امروز کار کنی 6 ماه کار کنی چیزی گیرتون نمیاد. نتورک میگن بیا پول در بیار، بیا هدفاتو تیک بزن، بیا فلان بیزنس جهانی بساز، این تو طول زمان اتفاق میفته دیگه، اینو همه میدونید. حالا تو طول زمان اگه خود سیستم داره به خودش در واقع خطا داره یا فیدبک منفی داره، طبیعتاً شما رو این نمیتونید حساب کنید. حالا اون لیدری که میخواد تیم انتخاب بکنه، مجموعه انتخاب بکنه، شرکت انتخاب بکنه، به چی داره توجه میکنه؟ به اینکه مثلا شرکت X این امتیازو میزنی سمت راست، اون امتیازو میزنی سمت راست، به شما 45 دلار میده. و اما جواب اون چیه؟ چرا اون 45 دلار میده؟ دلیلش اینه. ببینید توی دنیا یه سری چیزای اصیل دارید. شما نتورک مارکتینگ یک ایده خیلی صاحب نبوغه. اما دارید میبینید شرکت های کلاهبرداری رو، این شرکت های کلاهبرداری میان از این ایده، از این در واقع مسئله اصیل استفاده میکنن و سعی میکنن شبیه سازی بکنن. زمانی که سعی میکنن شبیه سازی بکنن، طبیعتاً چون اصالت اون شرکت رو ندارن، مثلا محصولی مثل محصول جنس یا حالا شرکت های خوب ندارن، سعی میکنن این رو تو این ضعف خودشون رو توی اون عددی که تو پلن به شما میدن جبران کنن. این زیاد هوش نمیخواد که یکی متوجه بشه. دلیل نداره که یه شرکتی که در اون حد و اندازه ها نیست، اصلا جز شرکت های برتر جهان نیست و حالا ادامه نمیدیم این توضیح رو، بیاد و بهتر از مثلا جنس فکر کرده باشه یا حالا شرکت های خوب دیگه. شما باید متوجه باشی که چرا اون شرکت داره مثل جنس پول میده. دلیلش اینه، به خاطر اینکه نمیتونه محصولی مثل جنس بزنه، به خاطر اینکه شرکت اصیل نیست، به خاطر اینکه نیومده یه تاریخ یا لگسی از خودش به جا بذاره، مجبوره یه جوری خودش رو مثبت نشون بده دیگه. چه جوری مثبت نشون میده؟ شما رو با اون پوسانته در واقع اون جای خالی رو پر میکنه. بنابراین اگه شرکتی اومد و با مثل جنس، بیشتر از جنس، حالا به جای جنس شرکت خوب دیگر هم بذارید، اگه اومد مثل جنس مثلا پول میده یا حتی بهتر از جنس پول میده،
این دلیل برای اینکه این خیلی بهتره نیست، بگردید دنبال اینکه چرا داره این کارو میکنه و این دلیلش اینه که اون اصالته رو هر چقدر رنگ توش کم داره سعی میکنه تو اون عددهای پلن پر رنگ کنه و اون در واقع فقط کیا رو میتونه به اون مسیر بکشونه، سری افراد برای مدت زمان کوتاه. و ما یادتون باشه نتورک رو شروع میکنیم، نتورک کار میکنیم برای یک آینده، برای سالها، مثل کسانی که نسل دوم سومشون دارن توی مثلا شرکتی مثل حالا شرکت اموی که حالا شرکتی که نتورک رو شروع کرد، مثل اون دارن نسل دوم سومشون دارن پول میگیرن. ما اگه داریم کار میکنیم به قول آقای کلوین بسرا میگه که من این بیزنس رو میخوام به بچه‌هام تحویل بدم. شما هیچ وقت اگه قرار شه بیزنس رو به بچه‌هاتون تحویل بدید، هیچ وقت یه شرکت غیر اصیل استفاده نمی کنید. مهم نیست تو پلن چند میده و این خیلی مهم هست. پلن چهار شرکت جنس که یک پلن بدون لیمیتیشن هست و شما میتونید از کسانی که دعوتشون کردید به این سیستم هر چقدر اونا درآمد 35 دلار میگیرن شما هم 20% رو بگیرید. هر چقدر نسل دو شما که کسانی هستن که توسط نسل یک شما معرفی شدن اونا هر چقدر 35 دلار بگیرن شما هم 15% اون 35 دلار رو میگیرید. به همین ترتیب نسل 3 شما 10% 35 دلار اونا رو میگیرید، نسل 4 5 6 و 7 هم از 35 دلار اونا شما 5% میگیرید که البته بسته به شرایط اینو میگیرید و اون شرایط هم توی وبینارهای قبل توضیح دادم که چطور باز هم در دوراهی دیستریبیوتر یا شرکت هر بار جنس دیستریبیوتر رو انتخاب کرده. هر دوراهی که شما بذارید جلوی جنس، یعنی از توی پلن انتخاب بکنید، هر دوراهی که انتخاب بکنید و تو اون دوراهی یک سمتش دیستریبیوتر باشه یک سمتش جنس، هر بار دیستریبیوتر انتخاب شده و این باز هم نشون میده که این شرکت نیومده که یه بازه یه پولی در بیاره یا حالا هر چیزی، اومده که بمونه و اومده که پشت اون سازمانش وایسه و جز این نمیشه حماسه خلق کرد. وقتی که آدم ها به فکر خودشون باشن چیزی خلق نمیشه. شما باید بتونید این کیفیت ها رو، این ارزش ها رو تو خودتون، حالا خود نوعی منظورمه، ایجاد بکنید و این شرکت هم تونسته این کارو بکنه. و هر بار توی بحث‌های پلنی که پیش میاد میبینید که به نفع دیستریبیوتور رفته کنار. امروز که ما سازمان میسازید ما میسازیم بعد ما هم همین کارو بکنیم، به نفع زیرمجموعه بریم کنار. هر بار دوراهی زیرمجموعه بالا سری اومد ما باید بریم کنار، یا فردی که بالا سری هست باید بره کنار و به نفع زیرمجموعه کار بکنه، چون وین وین یعنی اون برنده شه شما برنده ای. حالا اگه به نفع اون نمیری کنار یعنی اونو بازنده میکنی، بازنده بودن اون بازنده بودن شماست. به خاطر همینه که جنس هم برنده بودن دیستریبیوتور رو هر دوراهی ممکن هر جا اونجا احتمالی پیش میاد به نفع دیستریبیوتور رفته کنار. شخصا تجربه خود من زمانی که جنس رو شنیدم به شکل خیلی اتفاقی، پرزنتش رو یکی داشت و یکی رو پرزنت میکرد و تو دفتر من بود و من داشتم گوش میدادم و گفتم که اگه میشه برای منم توضیح بدید. شاید من بینش امروز نداشتم نسبت به پلن قطعا، ولی در همون اندازه که اون زمان از این پلن متوجه شدم به من گفتش که این شرکت رو شروع کنم. و باور کنید صرفا بابت همین چند تا نکته خیلی ساده، اون زمان خیلی کمتر از این صحبت ها بود، ولی بابت همون چند تا نکته یه حس خوبی از اون کسی که این پلن رو نوشته، از اون کسی که این شرکت رو ساخته، بدون که حتی بدونم محصولتش چیه، و استارت زدم همونجا. و مطمئنن فکر میکنم اگه هر کدوم از ماها جدا از این که روی کاغذ چارت دایره میکشیم و میگیم بیاین این کار بکنیم کار بکن، بینش خودمون رو ببریم بالا و به افراد همین بینش رو ارائه بدیم، آدمها مدت زمان بیشتری بابت اهدافشون و بابت قدمهای این پلن که حالا قدمهای کاریه در واقع مبارزه خواهند کرد، ایستادگی خواهند کرد و حالا به کارشون ادامه خواهند. اما پلن شماره 4 که یک پلن فوق‌العاده هست برای افرادی هست که میتونن ارزش خلق کنن. و شما میدونید که ارزش خلق کردن در واقع اصل به دست آوردن. شما به هر اندازه که ارزش خلق میکنید میتونید عایدی داشته باشید. تو پلن شماره 4 شما تو میدون قرار میگیرید که فقط و فقط باید ارزش خلق بکنید. این ارزش رو باید برای دیگران خلق بکنید. شما از جایی که خودتون سایکل میزنید دیگه گذشتید. الان باید تلاش کنید، تمرکز کنید روی سایکل زدن افرادتون. شاید حتی ورودی جدید داشته باشید، اون ورودی رو با تمام وجود میذارید تو دست کوچیک دایرکتتون یا دست کوچیک این دایرکتتون. چرا؟ اولا که کمک کردید، حس خوبی به شما دست میده. دوما اینکه پولتون اونجاست، درآمدتون اونجاست و چیزی از این قشنگتر نیست. شاید امروز خودمون رو بذاریم جای اون زمانی که ما داریم سایکل های هفتگی اونو پر میکنیم و حالا اون موقع به چی داریم فکر میکنیم. این تجربه قشنگیه اگه این کارو بکنن دوستان.
فکر میکنم نسبت به ورودیاشون، نسبت به مجموعهشون، نسبت به دایرکتاشون یه جور دیگه کار میکنن از همین الان. اما پلن شماره 5 که در واقع یک فلسفه خیلی خیلی جالب توش هست به نظر من و خیلی قشنگ هست، اینه که اون 20% دایرکتاتون رو شما میتونید تا 30% افزایش بدید. در واقع شما گزینه‌ای وجود داره اونجا که شما بتونید درآمد خودتون رو باز هم ببرید بالاتر و اون درآمد از روی درآمد دایرکتتون هست، یعنی باز هم باید به دایرکتتون کمک بکنید و این 20% میتونه 30% باشه و خب زمانی همین عدد میتونه برای شما قابل توجه باشه که اون 20% قابل توجه هست. مثلا اون 100,000 تا رو داره میگیره، مثلا 80,000 تا داره میگیره، 70,000 تا داره میگیره، شما 20%ش حساب میکنید میشه 14,000 تا، 30%ش حساب میکنید میشه بالای 20 تا، میگید خب این یه جایی که میتونم بهشون کمک بکنم. ولی اون زمان شما از چه طریقی میتونید این 20 رو بکنید 30%؟ این خودش نقطه جالبیه و شما باید روی وبسایتتون مشتری پیدا بکنید، افرادی رو داشته باشید که از محصولات استفاده بکنن. دوستان اسمشون مشتریه ولی در واقعیت میتونن این افراد مهمونهای شما باشن، افرادی باشن که شما اونها رو دعوت میکنید تا از این محصولات استفاده بکنن و امباسادورهایی، امباسادور به معنای کسی که یک رسالت رو به بقیه انتقال میده. چه امباسادورهایی بهتر از افراد موفق سیستم که افراد دیگه که هنوز توشن سیستم رو مهمون کنن و اونها رو دعوت کنن به اینکه از محصول استفاده کنن. این افراد افراد موفق هستن اون زمان دیگه، از این سیما قشنگتر امکان نداره. فقط کافیه که یه مقدار به این پلن شما رو 5 فکر بکنید تا ببینید که چقدر این پلن قشنگ و با یک دید باز و با یک بینش و با یک هدف خیلی زیبا طراحی شده و اون زمان زمانش که برسه هر کدومون برسیم به اون لحظه، حس من اینه که حالا از امروز این حس منه، حالا نمیدونم اون زمان چه حسی میشه، انگار که یه شکلات میدم به یه نفر، یعنی در همین حد. کار خاصی نمی‌کنید اونجا ولی درآمدتون خیلی میاد بالا، عدد قابل توجه میاد بالا، هر چقدر بیشتر ارزش خلق کرده باشید به همون نسبت این درصد زیادتره. اگه 5 تا دایرکت ساخته باشید که این دایرکتاتون عدد خوبی دارن میگیرن، بنابراین 20%ای که رو اینا میگیرید اگه بشه 30% برای شما خیلی خوبه و حالا فکر کنید شما خیلی راحت میتونید این کارو بکنید. شما 10 تا مشتری رو وبسایتتون داشته باشید و 10 نفر رو مهمون کنید توی جنس که اینا اسم محصول بگیرن، شما میتونید نه فقط روی یک دایرکتتون 20% بکنید 30%، که روی همه دایرکتاتون. و این هم بازم نشون میده جنس هدفش فقط شمایید. اما توی پلن شماره 6 که بس استخر دایموندی شرکت جنس هست، نکته خیلی مهمی که اونجا وجود داره اینه که امنیت رو برای ما تعریف میکنه. ماها وقتی سازمان میسازیم، سازمان ممکنه یه زمانی اتفاقی براش بیفته ولی کافیه سازمان رو به دایموند برسونیم. اون موقع ببخشید، بدترین اتفاقی که میتونه بیفته اینه که سازمان ما دچار چالش بشه و ما از دایموندیمون بیفتیم و حالا هر چیزی، یا اصلا اتفاق دیگه بیفته تا بدتر. شرکت میگه چون شما دایموند شدید یک بار، همیشه سهامدار فروش من توی جهان هستید. اوکی، یک سهم دارید، خواستید سهمتون رو بیشتر کنید، باید خودتون قوی تر باشید، ارزش بیشتر ایجاد بکنید و حالا میتونید توی بحث استخر دایموندی شما حتی با ایجاد ارزش های بیشتر، ارزش بیشتر یعنی چی؟ یعنی چند تا دایرکت دایموند داشته باشید، دابل دایموند بشید، سایکل های زیادی بزنید و حالا این مسائلی که اونجا وجود داره شما میتونید حتی درآمدتون رو توی این قضیه بیشتر هم بکنید. و تو بحث استخر دایموندی که 3% از فروش جهانی شرکت هست و شما سهامدار شرکت جنس میشید، مادام العمر جنس، نه مادام العمر خودمون، مادام العمر جنس، نسل بعد از ما هم میتونه از این برخوردار باشه. و خب این برای خودش جای خودش نکته مهمی هست و پیامش اینه که واقعا یه خانواده اونجا وجود داره. پیام جنس این که میگه ما یک خانواده ایم، این در عمل شما میتونید توی پلن همه جا ببینیدش. دوستان راجع به رنگ‌های جنس یه توضیح کوچیکی میدیم خیلی گذرا. رنگ اول، ما 15 تا رنگ داریم. رنگ اول اسوسییت هست، کسی که یک جایگاه فرد خریده، کسی که جایگاه دوستان خریده، یعنی $31.45 داده، از پلن 1 و پلن 2 برخورداره. این خیلی مهمه، پلن 1 و پلن 2. پلن 1 یعنی میتونه محصولات با امتیاز نمایندگی بخره بفروشه، وبسایت داره، و پلن 2 یعنی که اگه ورودی گرفت پورسانتشو میگیره، بونستشو میگیره و این در واقع هر چند تا ورودی گرفت پورسانتشو میگیره. پس پلن 1 و 2 برای کسی که فقط جایگاه خریده وجود داره. اما بحث اگزیکیتیو شدن، از زمانی که شما توی جایگاهتون یک
صد امتیاز میخرید دیستریبیوتور میشید، زمانی که یک جای یک نفر رو سمت راست یک نفر سمت چپ وارد میکنید اکزیکیوتیو میشید. اکزیکیوتیو رنگی بسیار ارزشمندی هست. زمانی که 4 تا اکزیکیوتیو مستقیم دارید جید میشید، زمانی که 8 تا میشه این عدد پرل میشید، زمانی که 12 تا میشه سفیر میشید، که البته باید 2-3 تا از این اکزیکیوتیواتون حتما باید یه سمتتون باشه. و خب این منطقی هست، نمیخوام وارد ریز پلن بشیم امروز، دوست دارم تصویر کلی راجع به مسائل جنس داشته باشیم و به هر حال جنس از شما میخواد که دو سمتتون رو بسازید. بنابراین مشخصه که اگه سفیر میخواد بشید 12 تا ورودی اگه ازتون میخواد که اینا اکزیکیوتیو شده باشن تو دو تا سمتتون باشه در واقع. اما سفیر 25 سفیری است که 25 سایکل تو یک ماه میزنه، سفیر 50 تا سایکل تو یک ماه میزنه و سفیر الیت 100 تا سایکل تو یک ماه میزنه. اما رنگ های دیرکتوری، روبی، امرالد، این دوتا رنگ فوق‌العاده رنگ پایی و مهمی هستن که باز هم با سایکل در واقع ساخته میشن. البته تعداد لگ های سفیری شما مهم هست ولی عمدتاً تعداد سایکل ها. 200 سایکل در یک ماه رنگ روبی، 500 سایکل در یک ماه امرالد و 1000 سایکل در یک ماه رنگ دایموندی رو شما میتونید رقم بزنید که در واقع یکی از رنگ های مهم شرکت جنس هست. به همین ترتیب رنگ دابل دایموندی، رنگ تریپل دایموندی، رنگ پرزیدنشال دایموندی و امپریال دایموندی و کراون دایموندی رنگ هایی هستن که در واقع شما میتونید داشته باشید. خدمتتون عرض کنم که اما شرایط رنگ دایموندی رو خدمتتون توضیح بدم. توی رنگ دابل دایموندی در واقع شما توی رنگ دابل دایموندی نیاز دارید به دو تا لگ دایموندی. دو تا لگ دایموندی باید داشته باشید که این عمدتاً شرط اصلی هست. 1500 تا سایکل شما نیاز دارید که در واقع تو اون رنگ عدد خاصی نیست اگر مجموعه سالم ساخته باشید. اصطلاحاً میگن مجموعه ارگانیک ساخته باشید. مجموعه غیر ارگانیک اگه ساخته باشید که نمونه شما زیاد داریم توی مجموعه های دیگه، کشور ترکیه یکی از نمونه های مجموعه غیر ارگانیک دنیا هست که آینده بسیار بسیار چی بگم هیجان انگیزی باید داشته باشه. مجموعه غیر ارگانیک میسازن، بنابراین تعداد سایکلاشون توی لول های خیلی بالا خیلی کمه. ولی اگه مجموعه ارگانیک ساخته باشید 1500 سایکل هیچی نیست برای یک دابل دایموند. شاید 7 تا 8000 تا در ماه بعد سایکل زده داشته باشه یه نفری که دابل دایموند، یعنی کسی مثل کلوین بسرا در واقع که یک دابل دایمونده و یک مجموعه ارگانیک خیلی قشنگ و خوب ساخته، تعداد سایکلش قطعاً در ماه بالای 5000 تاست. فکر کنید دایرکت ایشون که آقای دینین هستن سایکلشون در ماه 3500 4000 تا سایکل در ماه دارن میزنن. اما تریپل دایموند در واقع شما فضای تریپل دایموند یک فضای کاملا متفاوت هست. همه چیز اونجا عوض میشه، نه سایکل دیگه مهمه و نه چیزایی که تا الان مهم بوده دیگه نیست، چیز جدید میاد وسط. و یکی از اونها بحث این هست که چند نفر شما روی اوتوشیپ دارید. روی اوتوشیپ داشتن افراد به این معنی هست که اینها اومدن که هر ماه در واقع اینجوری میگن ایجنس ما هر ماه باهاتیم و این شما تو رفاقت هم اگه همچین آدمی داشته باشید ارزش زیادی براش قائل هست. و خب جنس اینجا دنبال این افراد هست و کسی که میخواد تریپل دایموند بشه اونو تشویقش میکنه به اینکه افراد بیشتری رو روی اوتوشیپ داشته باشه، افرادی که هر ماه اینا سفارش میدن. اما نکته مهمی هم که اینجا وجود داره و برای افرادی که رو بحث اوتوشیپ میخوان فکر بکنن، اگه دقت بکنید جنس از تریپل دایموند خودش انتظار داره، بنابراین یه چیزی هست که زمان بره. انتظار نداشته باشید یه نفر امروز وارد بکنید و بره رو اوتوشیپ. تو خود پلن هم این نیست و میبینید که این رو از تریپل دایموند خودش انتظار داره جنس و بابتش بهش جایزه میده. بنابراین از روز اول کسانی که میتونن یا شرایطش رو پیدا میکنن یا موقعیت فروش دارن میتونن اوتوشیپ اوکی بکنن. آروم آروم همه چیز رو بسازیم، اینجوری میتونیم همیشه ادامه بدیم، خارج از ظرفیت تو هیچ مکان و هیچ زمانی حرکتی نذاریم که بعداً فقط فیدبک منفی داره. اما نکته دیگه که تو تریپل دایموند هست 2 میلیون سی وی میخواد ازتون در یک ماه که 500000 تاش باید حتما تو هر لگیتون باشه. یعنی تعداد لگایی که شما دارید اگه تو یکیش مثلا 2 میلیون سی وی در اومد خرج شد به شما این امتیاز نمیده، میگه که رو هر لگیتون 500000 تاش قبول میکنن. بنابراین شما تشویق میکنه به اینکه کمک کنید به بچه‌هاتون و ما اینو داریم توی بچهای بالای خودمون الان میبینیم، افرادی که تریپ دو دابل دایموند جنس هستن و شاید به افرادی مثلا مثل افرادی که تو لیولی مثل من هستن بهای بیشتری میدن. چرا؟ چون میگن این افراد حالا اگه بکشیم بالا، این افراد اگه مثلا دایموند بشن ما میتونیم
رنگ‌های بالاتر بگیریم. این هم یکی از قشنگی‌های سیستم جنس است. ما تو سیستم‌های دیگه دیدیم افرادی که به رنگ‌های بالاتر می‌رسن خودشونو بی‌نیاز از خیلی از بخش‌های ضعیف مجموعه‌شون می‌دونن، ولی توی جنس شما می‌بینید که افرادی که به لول‌های بالا رسیدن الان میرن و می‌گردن دنبال قسمت‌های ضعیف مجموعه که به اونها کمک بکنن اونها رو بکشن بالا. طبیعتاً با تجربه‌ای که دارن، با توانایی که دارن تو هر زمینه میتونن کمک مهمی بکنن به این افراد، و این هم یکی از نقاط مثبت پلن جنس است. پرزیدنشال دایموند دایرکتور 3 میلیون سی وی ازتون میخواد تو کل مجموعتون، با شرط 15000 تا در هر لگ و 15000 نفر رو اتوشیپ میخواد. تعداد لاین های دایموندی که شما باید داشته باشید باید 6 تا باشه. تو امپریال 8 لاین دایموندی میخواید و 4 میلیون سی وی تو کل مجموعه با همون شرط 500000 در هر لگ، 20000 نفر رو اتوشی. و کرام دایموند که هنوز توی جنس ایجاد نشده در واقع 10 تا لاین دایموندی میخواید، 5 میلیون سی وی باید خلق بشه تو هر ماه، 500000 تاش فقط توی یک لگ قبول میکنه، و 25000 نفر روی اتوشیپ میخواید. و این رنگ رو، این کار رو باید 6 ماه بزنید، هر ماه پشت سر هم 6 ماه پشت سر هم باید بزنید، که البته توی گرند به شما یه چک 1 میلیون دلاری هم شیر نمیدن. توی امپریال 500000 تا شیر نمیدن، و توی پرزیدنشال دایموند 25000 تا، توی تریپل دایموند هم یه چک 100000 تا به عنوان شیرینی یا حالا جایزه میدن، که خب نسبت درآمدی که شما دارید عددی نیست. اما دوستان، یکی از نکات مهمی که می‌خوایم توضیح بدیم این جدول هست. این جدول دوستان بحث سی وی های جنس رو مطرح میکنه. دوستان سی وی اینجا این وسط نوشته شده، سی وی مخفف کمیشنبل والیوم، یعنی والیوم حجم، حجمی که کمیشنبل هست روش کمیشن داده میشه. سی وی پس تعریفش کمیشنبل والیوم در واقع ابریویشن این کلمه هست، و پروداکت والیو به این معنی است، یعنی ارزش امتیازی که به هر محصول داده. خب اما سی وی، ما چند جور سی وی داریم؟ یکیش پی ویه. پی وی یعنی پرسونال والیوم، یعنی اون امتیازاتی که از تلاش مستقیم خود شما ایجاد شده. خب تلاش مستقیم شما چیه؟ فکر کنید یکم. یکی اینکه محصول فروخته باشید، محصول بفروشید، تو اکانت خودتون خرید میزنید دیگه، اون امتیازه میشه پی وی. یا اینکه ورودی گرفته باشید، وقتی شما ورودی میگیرید اون ورودی مستقیم شماست، تلاش شماست، بنابراین اون هم میشه پی وی شما. پس یه نفری که اومده و جایگاه زده، فرض میکنیم مثلا من 100 امتیاز خریدم، نه منظورم 100 امتیاز پکیجمه، مثلا اونم حساب میشه، ولی فرض میکنم یه نفری که 6-7 ماه توی سیستم داره کار میکنه، این ماه یه 100 امتیاز محصول خریده، یه ورودی جدیدم گرفته که اونم 100 امتیاز خریده، میشه 200 امتیاز پی وی من. برای این پی وی مخفف پرسونال والیوم، یعنی حجمی که شخصا شما ایجاد کردی. اما پی جی وی یعنی پرسونال گروپ والیوم، و شامل چی هست؟ پی جی وی، اگه میخواد بینید پی جی وی شما چقدره، هر چی خرید تو مجموعتون ایجاد شده منهای اسپیلوورها. اسپیلوورها یعنی اگه بالا سریتون فرد تو مجموعتون گذاشته، اون جزء پی جی وی تون حساب نمیشه، اون جزء والیوم گروه شما حساب نمیشه. و اما گروپ والیوم، گروپ والیوم در واقع شامل به معنای حجم گروه شما، حجم گروه شما خب اسپیلوور هم توش هست، یعنی اونم جزش هست که اینجا تعریفش رو پایینش نوشته. پی وی یعنی خریدای شخصی شما با تلاش‌های شخصی شما، ورودی اگه شخصا گرفتید، خرید اگه شخصا کردید، به اضافه پی جی وی شما، حالا ورودیاتون اگه ورودی گرفتن، اونها اگه خرید داشتن، این میشه پی جی وی شما. و اسپیل اوور والیوم یعنی اگه ورودی هم کسی تو مجموعتون داره و اون اگه سی وی ایجاد کرده، اون رو هم جمع می‌زنه میشه در واقع کل جی وی. اما نکته‌ای که توی پروموشن ها دوستان وجود داره، تقریبا همه پروموشن ها با پی جی وی کار داره. پس پی جی وی، جی وی قبول نمی‌کنه. جی وی فرقش با پی جی وی فقط توی اسپیلووره. هر چی اسپیلوور اگه تو مجموعتون باشه قبول نمی‌کنه توی پروموشن ها، ولی توی خود پلن اسپیلوور ها هم قبول می‌کنه و شما باید سایکل می‌زنید. دوستان راجع به اسپیلوور هم یه نکته رو بگم و این جلسه رو تمام می‌کنیم. دوستان یکی از برگه برنده هایی که به سیستم جنس حیات میده و اونو استیبل ترش میکنه، ماندگار ترش میکنه، و اون فیدبک مثبتی که توی سیستم امروز راجبش صحبت کردیم و تقویت میکنه، بحث اسپیلوور هست. ببینید اسپیلوور به ضرر شرکت هست طبیعتا، یعنی از لحاظ مادی زمانی که شما میاد یه ورودی میزنید و این ورودی رو به جای اینکه کلن یه شاخه جدید اضافه بکنه جنس، میاد و میگه که این رو با تیمت
بذار وسط، بذار وسط در واقع و تیمت هم استفاده کنه. شما یک ورودی میگیرید میذارید سمت راست تیمتون، این فرد وقتی 400 امتیاز ایجاد میکنه 400 امتیاز واسه همه اون افراد حساب میشه. خب جنس متوجه است که داره 400 امتیاز به همه سمت راست یک نفر داره اضافه میشه، چه بسا این عدد مثلا دست تعادلشون باشه و یه عالمه $35 بده، ولی داره این کارو میکنه، داره ما رو تشویق میکنه به اینکه کمک بکنیم به هم دیگه و این راز موندگاریشه، راز موندگاری ما خواهد بود. اسپیلوور یکی از واقعا نقاط مثبت پلن جنس هست که شما زمانی که دوتا ورودی تو سمت راست گرفتید، سمت راست و چپ گرفتید، ورود سومتون دیگه یا راست میتونید بذارید یا چپ، و بنابراین زیر دست یکی از این بچه‌هاتون میفته. وقتی زیر دست اون بچه‌ها میفته همه امتیازاتش هست، یعنی واسه همه اون امتیازها حساب میشه و افراد میتونن حتی از این استفاده بکنن. توی تیم داریم دوستان کسانی که به خاطر وجود این مزیت سیستم کسی به کسی لطف نمیکنه تو این سیستم، این دید رو کامل از خودمون جدا بکنیم و کسی هم از کسی انتظار نباید داشته باشه که بیاد یه نفر رو بذاره تو مجموعه من اسپیلوور کنیم. این به نظر من جفتش اشتباهه، ولی مزیت این سیستم این هست، این وجود داره، این اتفاق هر جا بیفته. شما تو تیم ما داریم افرادی که صرفاً بابت اینکه این سیستم انقدر قشنگی مزیت رو داره موقعیت خوب به دست آوردن و البته این حقشون هست و جنس این امتیاز رو به همه داده. حالا هر کسی میاد روزی که شروع میکنه طبیعتاً خودشه و خودش، نه راستش کسی هست نه چپش، این فرد تصمیم میگیره، جرأت به خرج میده، بهاشون میده، پوچ جور میکنه با هر سختی میاد و این بابت این تصمیم که ما میدونیم مقدمه موفقیت تصمیم هست، شرط موفقیت تصمیم هست، بابت این تصمیم میاد یک اقدام رو شروع میکنه و چه بسا فردا پس فردا 6 ماه 2 سال بعد یک اسپیلوور تو تیمش اتفاق میفته و همه اون ماجرا رخ میده. بحث اسپیلوور دوستان یکی از نقاط خیلی مثبت سیستم هست و حتما حتما تو ذهنمون اینو داشته باشیم. اما نکته دیگه که توی بحث اسپیلوور بگم و این بحث انتهای ما هست اینی که دوستان به نظر من خیلی ارزشمندتر از این که تو دست من میسم کسی اسپیلوور کنه اینی که مجموعه ای خلق کنم که توی این مجموعه چشمه های اسپیلوور زیاد باشه، فراوون باشه. شاید من اون آدمه نبودم که تو دستم اسپیلوور اتفاق بیفته، نمیگم کسی انجام بده چون قرار شد انتظاری از کسی نداشته باشیم. این بهترین و بهینه ترین نوع نگرش نسبت به این مسئله قشنگ اسپیلوور هست. شاید نبود تو من، تو مجموعه من، از بالای من کسی نه این اتفاق نیفتاد، ولی خوشحالم که توی تیمی که از اون جایگاهی که من یه روز استارت زدم، بعضی جاها شخصیه دیگه، میسمی هم یه روز یه جایگاهی زده دیگه، به حال تو اون تیم از اون جایگاه به پایین اسپیلوورهای تو این تیم ایجاد شده که بعضن شاید زندگی خیلی‌ها رو عوض بکنه. سعی بکنیم اگه خودمون جز کسانی نیستیم که اسپیلوور تو تیممون اتفاق افتاده، سعی بکنیم تیمی بسازیم که اسپیلوور توش فراوون باشه. شما فکر نکنیم، اینجوری فکر نکنیم که اسپیلوور اتفاق افتاد یا نیفتاد و تموم شد، اینجوری نیست. شما میتونید مجموعه خلق بکنید که تو مجموعه لایه بعد از لایه افراد پشت افراد پر از اسپیلوور باشه، اسپیلوور از این کشور تو اون کشور، از اون کشور به این کشور، و این اتفاق تازه شروع میشه تو مجموعتون. به خاطر همین نگاهمون نسبت به این نکته مثبت سیستم و پلن به همون اندازه قشنگ باشه، به همون اندازه عمیق باشه. طبیعتاً کسی از کسی انتظار داشته باشه اسپیلوور کنه تو مجموعه من این پایین ضعیف کوچیک، و اینکه دید یه نفرم این باشه که من دارم لطف میکنم به شما اسپیلوور میکنم، این هم ضعیفه. قوی ترینش اینه که تو مجموعهمون هر چقدر که میتونیم اسپیلوور خلق کنیم و میدونیم که استراتژی هست به نام استراتژی پاور لگ که در واقع یک لگ رو یک سمت افراد همه توسط تیم ساخته میشه و یک سمتشون رو شخصا خودشون میسازن، و اینها همه چیزایی هست که تو دنیا وجود داره. ترکیبی از همه اینها در واقع استراتژی هست که تیم بلو هوپ داره. امیدوارم که این وبینار مورد توجه دوستان واقع شده باشه و از پروموشنی که جنس گذاشته و شروع شده توی 2020، شروع یک سال جدید، شروع یک دهه جدید، یک انقلاب خلق کنیم و ببینیم که صفحات بعدی زندگیمون توی جنس چه شکلی خواهد بود. موفق باشید دوستان، تا وبینار بعد، خدا نگهدار.